بسم الله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كتاب تقسيم وتنظيم قاعدة برای قول مفيد شخصي كي زمانه را دشنام دهد پس به تحقيق الله را آزار داده است نسبت رویدادها به زمانه فرمودند که پس الله را آزار داده است یعنی از اذیت ضرر لازم نمی آید پس انسان به شنیدن چیزی قبیح آزار می یابد ولیکن به آن ضرر نمی بیند برای این الله سبحانه و تعالی در قرآن اذیت را اثبات کرده و از اینکه چیز او را ضرر دهد نفی کرده است اکنون قسمها و اقسام دشنام زمانه یکم شرک اکبر دوم حرام سیوم جایز است شرک اکبر یعنی دهر را دشنام دهد بنابراین این که او فاعل است مثل این که اعتقاد کند که دهر عمر را به خیر و شر تغییر می دهد دوم حرام است یعنی زمانه را دشنام می دهد اعتقاد ندارد که آن فاعل است بلکه اعتقاد دارد که فاعل الله است لیکن آن را دشنام می دهد زیرا آن محل این حادثه مکروه است سوم جایز است خبر محض را قصد کند به ملامت کردن مثل اینکه گوید از گرمی این روز مانده شدیم و از جمله آن قول این روزی دشوار است دلیل اول فرموده الله سبحانه و تعالی که می فرماید و گفتند به جز همین زندگانی جهانی ما زندگانی نیست می میریم و زنده می شویم و ما را به جز زمانه چیزی حلال نمی کند تا آخری آیت دلیل دوم در صحیح بخاری از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند الله تعالی می فرماید فرزند آدم مرا آزار می دهد زمانه را دشنام می دهد در حالی که منم زمانه چون شب روز را من می چرخانم و در روایت فرمودند زمانه را دشنام ندهید زیرا الله سبحانه و تعالی همان زمانه است فرمودند که حیات دنیای ما یعنی حیات وجودی که این حیات نیست پس آنجا آخرت نیست و فرمودند که و ما را به جز زمانه چیزی حلال نمی کند حالاکه ما با امر قدر الله سبحانه و تعالی نیست بلکه با گذشت سالها برای کسی که مدتش دراز شده باشد و بیماری ها غم ها و اندوه ها برای کسی که مدتش کوتاه شده باشد پس هلاک کننده آنها زمانه است فرمودند که فرزند آدم مرا آزار می دهد یعنی به من آزار می رساند پس اذیت برای الله ثابت است بر ما اثبات کردن آن واجب است زیرا الله آن را برای خود اثبات کرده است پس ما نسبت به الله از الله داناتر نیستیم لیکن آن مانند اذیت مخلوق نیست فرمودند که زمانه را دشنام می دهد یعنی آن را قبیح می گوید و ملامت می کند و لعنت می کند و دهر همان زمان و وقت است و فرمودند که و من زمانه استم یعنی اداره کننده دهر و گرداننده آن و دستور دهنده آن مثل باد و غیر آن سوال می دهند که آیا دهر از نامهای الله است؟ در جواب گفته می شود که دهر از نامهای الله سبحانه و تعالی نیست و این به چند سبب است یکم رویش آیت آن را رد می کند و اگر از نامهای الله باشد هر آینه اعتقاد جاهلیت درست می باشد دوم رویش حدیث نیست آن را رد می کند سوم کسی دهر را یعنی الله را قرار دهد پس مخلوق را خالق قرار داده است ششم نامهای الله همش نکو است در کمترین حسن رسیده است معنا دارد و در دهر حسن وجود ندارد پنجم نامهای الله همش مشتق هستند و دهر اسم جامد است ششم نهی از دشنام چارپا باد و تاب کردن آمده است مسئله های این موضوع یکم نهی از دشنام زمانه مانند گفتن اینکه این زمانه بی بردار یا زمانه بد یا زمان خیانتکار دوم دشنام زمانه را آزار الله
صحیح من دشدن در فرموده اش من زمانه استم، یعنی تغییر. چهارم، انسان گاهو دشنام می دهد و اگرچه به قلبش قصد آن رو ندارد. پنجم، تفسیر آیت سوره جاسیه، و ما را جز زمانه هلاک نمی کند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.